تست 222 میگه دوبار الکتریکی در فاصله R به هم نیروی جاذبه F وارد میکنن. اگه با ثابت بودن فاصله 25% بار Q1 رو به Q2 انتقال بدیم، نیروی جاذبه چند درصد و چگونه تغییر میکنن؟ دقت کنید بچه ها، بار Q1 من 80، بار Q2 منفی 50. اولا وقتی من 25% یه بار رو میخوام بردارم، 25% میشه 1/4. خب 1/4 بار Q1 که 80 میشه 20 میکروکولون. پس من وقتی میخوام 25% از این بار رو بردارم، باید به اندازه 20 میکروکولون ازش بردارم. اگه از 80 20 بردارم، این بار میشه 60. اما نکته جالب این سوال اینه که بار دوم منفیه. وقتی من این بار مثبت رو به این اضافه میکنم، اینو به جای اینکه زیاد کنه خنثاش میکنه و بار نهایی این میشه 30 میکروکولون منفی. پس بار اولی مثبته، وقتی اینو به منفی اضافه بکنیم خنثاش میکنه، بار نهایی میشه 30. حالا نسبت رو تشکیل میدم، F بریم به F، Q1 بریم به Q1، Q2 پریم به Q2، Q1 پریممون میشه 60، Q1 80، Q2 پریم 30، Q2 50. صفر با هم ساده میشن، این نسبت F پریم به F به دست میاد، این با این 3 و 4، 9/20 یا 45/100. یعنی نیروی F پریم شده 45% نیروی F. خب آقا یه عدد وقتی میشه 45% مقدار اولیش، معنی اینه که نسبت به 100% 55% کاهش پیدا کرده، چون سواله از من تغییرات رو میخواد. پس وقتی نیرو میشه 45%، معنیش اینه که به اندازه 55% کاهش پیدا کرده و پاسخ گزینه شماره 3 هست.